وضعیت قرمز و نارنجی در 80% شهرهای ایران و شیوع پیک 4 کرونا، ستاد ملی کرونا از 20 فروردین محدودیت‌هایی را در کل کشور اعلام کرد. محدودیت‌هایی که 4 اقتصادی کشور یعنی بازار تهران هم از آن مستثنا نبود. در 2 نخست، حدود 2/3 مشاغلی که نامشان در لیست مشاغل درجه 1 نبود، تعطیلی را جدی گرفتند. هرچند در همان زمان هم فعالیت بانک‌ها دلنگرانی‌ها را برای کاسبان مشاغل آزاد دوچندان می‌کرد و زمانی که آنها ملزم به تعطیلی شدند، نسبت به آزاد شدن سفرهای نوروزی و فعالیت مشاغل در تعطیلات نوروز معترض شدند و از آن با عنوان سیاست یک بامد و هوا نام بردند. اکنون که بعد از گذشت حدود 20 روز از تعطیلی نسبی پایتخت و بازار آن، رئیس اتاق اصناف تهران از تمدید تعطیلی بازار تهران خبر می‌دهد، به نظر می‌رسد این اعلام برای مردم و کسبه چندان محلی از اعراب ندارد. بر اساس مشاهدات میدانی، با آغاز هفته 4 پیک، این بار دست کم نیمی از کسبه مغازه های خود را باز کردند و به نظر می رسد آغاز این فعالیت ها حالا دلیل دیگری هم داشته باشد. از جمله پیامکی که روزهای گذشته کسبه بازار را به اعتراض برای ادامه دار بودن تعطیلی ها ترغیب کرده بود. ما از 20 نیومدیم، از 20 تعطیل کردن. امروز هم اومدیم مغازه عوض کردم، اومدیم تحویل بگیریم، مدل‌ها رو بچینم. ما الان چکامون داره، تاریخش میرسه، تعطیل اجاره مغازه میرسه، تعطیل کردن دیگه. بعد بانکارم ببندن. اجاره چکشو دادیم، داره میرسه 30. صاحب مغازه‌م قبول نمیکنه. اینجوری که الان داره پیش میره، با این وضع اگه بخواد بشه همه ما ورشکست میشیم. من یه کاسبی هم که باز نکردم، روز اول هم اونم خسته شدم دیگه، روحیم هم خراب شده بود، گفتم بیام در مغازم. هم چک دارم هم اجاره مغازه میدم. مردم هم مشکلاتی دارن، برامون بار انداختن روشون، چکاشون رو پاس نمیکنن. اما باید حقوق کارمند دارم باید بدم. همه اینا مزید بر علته که من مجبور شدم بیام. بعد اینجوری هم که الان دولت تعطیل کرده، به نظر من مدیریتش اصلا درست نیست. کار باید اساسی آدم دست بگیره. الان مردم اینجا یه سری باز میکنن، یه سری صنفا بسته است، بانکا بازه، چکای ما سر ساعت باید پرداخت بشه، اجاره هم باید سر ساعت صاحب مغازه ها از ما بگیرن، هزینه های خودمون هم مزید بلد هست. اینجوری هم هیچی باری رو دوش مردم برداشت نمیشه. فقط مغازه های مردم رو بستن. شما شبا برین تو این پارکای تو خیابون تا ساعت 2 نصف شب همه تو پارکا تو خیابونان مسافرتشون رو دارن میرن. همین شمالی هم که میگن الان تعطیله، من خیلی ها رو میشناسم رفتن شمال. اینجوری نیستش. کار باید از ریشه بنیاد درست بشه. این کاسه ها همه حق دارن. به قول من رو کاری از دستشون بر نمیاد، مجبوره که بیاد. هر شده تقریبا 3 هفته، هفته 4، هفته دیگه هم حتما باز دوباره همین آش. نه آماری اومده پایین، نه اتفاقی افتاده برای مردم. آنها البته حاضر نشدند مشکلات پیش آمده در 3 هفته اخیر را در مقابل دوربین ایسنا مطرح کنند، اما با وجود شلوغی سراهای مختلف بازار، درهای نیمه باز پاساژها و مغازه‌ها و استفاده نکردن از ماسک در فضاهای سرپوشیده بازارها توسط برخی از حاضران، باز هم اعتراض‌های پشت دوربینیشان از نابسامان بودن وضعیت اقتصادی بازار تهران و نارضایتی از این اتفاق خبر می‌دهد. Ya, yürü ya. Hadi, hadi. Hadi, hadi.